صبرش میکنم تمنگ، وای به بالینش نمند، خشت و گل و سمنگ، یای خشت و گل و سمنگ، داد بیدام آی نپایان که از موران گریزه، نه دست آن که با ماران کنه جنگ، ای داد ای داد ای داد ای بیمار و بیمار. ناکس تو داری ماه ورشا میخونی واسه عضوا؟ آی دکتر این محلی بود، چطوری به ورشا و ربطش میدین؟ ولی حالا که بحث شد ضربه خیلی بدی بود آی دکتر، هنوز از فشار کمرشکن تظاهرات پاریس قد راست نکرده بودیم، این بلا به سرمون نامده. آره این اون بوکس دومی است که بعد از اینکه اولی زد گارد تو پرون باز کرد میخوره صاف تو پوست. خیلی بدجوره. دل مقام عظما دست این اروپا خونه، ساز و کارش نسیه است و تا حالا چیزی به نظام نماسیده، ولی تظاهرات براندازه نظام نقده به اون بزرگی با اون شکو عظمت که چشم آدم خیره میکرد. سب کن بیرم تو اصلا معلومه طرف کی هستی؟ عظما یه دوست مثل تو داشته باشه هزار تا دشمن باز چی میخواد؟ ولی کاش فقط پاریس. آی دکتر نگو. چی چی را نگو؟ همه دنیا دارن میگن تو من میگی نگو. مگه مقام عثمان نگفته بود خبری نمیشه کسی نمیره؟ آها از اون نظر اونا که درست گفته. آره سوریه نرفت، ونزوئلا هم نرفت، بنین هم حالا نمیدونم کجاست ولی اونم نرفت. آره آفری، فقط یه 60-70 تا کشور با یه تظاهراتی که تا چش کار میکرد آدم بود با همینجوری رگباری مشت تو پک و پوز عثمان که آسفالتش کردن. آی دکتر پس اون شعری که اولش خوندم درست بود، بدبخت شدیم. نه اونجایی که تو خوندی بدبخت نشدیم، تو نگرفتی داستانو. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن تو جنگل وسط یه گله شیر یکی گیر افتاد، سر به آسمون گفت چه کار کنم بدبخت شدم. ندا اومد که نه بدبخت نشدی، اون سنگ جلو پاتو وردار بذار تو سر شیر اولی. اینا ورداشت و زد، باقی شیرا افتادن دنبالش، همون ندا اومد که الان دیگه بدبخت شدی. روشن شد یا همچی بذارم که بدبختر از اونم بشی؟ آی دکتر به نظر شما براندازه از این کنفرانس خیلی ناجور چه هدفایی رو دنبال میکنن؟ میتونین من خبره شنیدم که اصلا باحال نیست. من سربسته بهت میگم، مشنگه با باباش رفتن تو انباری، بابا یه پیچ و بره داد دستش کن اینو باز کن، این هرچی زور زد باز نشد، گفت بابا این زنگ زده خیلی مونده باز نمیشه واس بریدش. بابا هم گفت میخواستم همینه بفهمی، 30 سال تو این خونه موندی الان وقته که ببریمه. آی دکتر سب کن میرم میخوام برای روشنش کنم. کاش خودمون تو کنفرانس شرکت میکردیم و میگفتیم دیگه از این غلطا نمی کنیم، ما دیگه اون قبلی ها نیستیم که به همون بگین تروریست و اینها. آره ما میگفتیم اونا باور میکردن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با هادون، عرض کردم بله، میفهمودن که طرف کله پاچه ای داشت، بچه به علاوهش گفتن از قر پاچه. بعد یه مدتی که پول پله ای به هم زد و سری تو سرا در کرد و بچه هاش میگفتن بابا خوب نیست همه صداد میکنن از قر پاچه، یه شغل کلاس دار برای خود جور کن. این ور اون بچه کار بکنه مغازه رو باید بیخیال میشد دیگه، کلی کار کرد ساج و فروخت و میسندلی اینا همه رو جمع کرد و فروخت و قفسه زد شیک کتاب فروشی را انداخت، الان بهش میگن کتاب فروشی از قرپاچه. روشن شد یه همچی بذارم که تو هم بری پررم کار کنی. آیه دکتر داریم میرسیم به جاهای باریک در مورد FATF، ضرب العجلش رسیده، مقام عظما زیر زیرکی یه چیزایی گفته، این حاجی جنتی دوباره مخالفت نکنه همه چی خراب شه. تو هم گرفتی ما رو ها، این بدبخت بیچاره FATF چه میفهمه چیه که مخالفت بکنه یا موافقت بکنه؟ اروپایی ها پیغام دادن که اگه بتونه 4 بار پشت سر هم بگه FATF تحریما رو یک جانبه براش نقد میکنن. حکایت مادر بزرگه است، مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن باهادون، عرض کردم بله، میفهمودن مادر بزرگه که این کمی هم حواس پرتی داشت از نوش پرسید کدوم دبیرستان درس میخونی؟ نوه لیسانس گرفته بودش موقع لیسانس میخوند، برای اینکه دلش نشکنه گفت دبیرستان مالک اشتر،
بعد مادر بزرگی گفت خاک تو سرت کنم تن لش، 25 سالته هنوز تو دبیرستان درجا میزنی. آی دکتر یه نام روشن شد یا بذارم بری دبیرستان؟ آی دکتر این همه روشن میکنی، یه نامه ای داریم از سردار سلامی. سلام رسونده و گفته به فرموده شما هارت و پوت نکردم، نتیجهش این شد که 22 بهمن کسی نیومد تظاهرات، از هر سال سوت و کورتر بود. مشک اگه به هارت و پوت تو بود که خب گنده تر از توش که نمیخوام اسم ببرم، هارت و پوت کرد. کاشگی اقلا تو میکردی هارت و پورتو که میگفتم چقدر بیشعوری. آی دکتر منظورتون که مقام عثمان نیست ها؟ به خاطر بدبختی نظام فعلا دندون رو جگر میذارم، چون که مقام عثمان گفت بر علیه هم چیزی نگین. نه که عبب خیلی گوش کردم به حرفش. عثمان وقتی که این سلامی اینا رو میداد جلو همه میفهمیدن که باز حرف خودشه. وای به حال الان بشنگارم گول نمیزد هیچ وقت. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با دو عرض میکردن. بله میفرمودن تو تاکسی مسافر مشنگه از سرنگه پرسید آقا شما سربازی؟ سرنگم دیدی مشنگه؟ گوه آره سربازم. مشنگه گفت پک غلط کردی لباس سرهنگا رو پوشیدی. یعنی مقام عظما اینقدر اقتدار نداره که تو نظام بگه چی بگه چی نگه؟ صحت خواب سربسته باز بهت میگم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با حضور. عرض میکردن بله. میفهمدن روباهه و خره و کف داره داشتن میرفتن تو راه، خره از علف ها میخورد ولی برای اون دوتا هیچی نبود که بخورن. روباهه به کف داره گفت این داری منو تو گشنگی میمیری، بیا ستایی یه جلسه بذاریم بگیم برای ادامه راه یه رئیس میخوایم، بعد شجره نامه بخون تو انتخاب بشی، بعد حکم بده که قرار رو بکشیم و بخوریم. جلسه گذاشتن و کف دار شجره نامه خوند که خودش جدن در جد حاکم جنگل بوده، روبا هم جدن در جد خدمتکار حاکم بوده. خره بود بود که قضیه چیه؟ گفت من سواد ندارم اما شجره نامه زیر این سم عقبیم نوشته، هر کی سواد داره بره بخونه. کف داره گفت من میخونم. همین که رفت عقب خره، خره یک جفته که شیک و مجلسی انداخت کف دار دراز به دراز افتاد رو زمین. روباه در رفت. خره گفتش که کجا؟ یه بقیه راهو با هم بریم. روباهی گفت نه کار فوری دارم، باید برم قبر پدرم رو پیدا کنم، هفت بار دورش بگردم که نذاش سواد یاد بگیرم، وگرنه الان من بودم که دراز به دراز افتاده بودم. روشن شد یا بدم کمچین یه جفته که شیک برات بذارن همون بسید. آیه دکتر شما این وسط مشخص نکردی که منظورتون از کفتر مقام عظما بود یا داشتید به بسیج اولم میگفتید؟ آخه این چه مثاله؟ دوستان عزیز رسیدیم به پایان وقت برنامه این هفته، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اون آرزوی همیشگی ما که این بوده که خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما بیاریم تا حدودی برآورده کرده باشه. با تشکر مجدد بابت همراهیتون تا دیدار بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.